سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. بحث در مورد افغانستان شامل اجندای دیدار امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در واشنگتن است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه جلسه را برای بحث در مورد استقرار بیش از 100 هزار سرباز روسیه در امتداد مرز اوکراین دایر کرد. و چین می گوید که قطار آهن حاوی نزدیک به 500 تن کمک های بشری از سینگیانگ به مقصد افغانستان حرکت کرده است. بینندگان محترم سلام. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز دوشنبه 31 ماه جنوری سال 2022 میلادی است. نجیب خلیل هستم. برنامه را هم اکنون به صورت مستقیم از طریق فیسبوک دری صدای امریکا نیز به نشر میرسم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین خبرها و گزارش ها از نقاط مختلف جهان، همکارم سید عزیز الرحمن را از مقابل امارت کانگریس با خود می داشته باشیم که در رابطه با دیدار امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با امیر قطر و بحثشان روی مسائل افغانستان صحبت می کنند. محترم عبدالسبحان مصباح تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوقی را از طریق اسکایپ از واشنگتن دی سی با خود خواهیم داشت که در رابطه با اظهارات اخیر رئیس جمهور بایدن مبنی بر رهایی مارک فریریکس نظامی بازنشسته امریکایی صحبت میکنند و همچنان همکارم داوود صدیقی را در استودیو با خود می داشته باشیم که در رابطه با برگزاری جلسه شورای امنیت سازمان ملل روی موضوعات مرتبط با روسیه و اوکراین صحبت میکنند. با ما باشه. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا قرار است امروز با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در واشنگتن دیدار کند. مقامات امریکایی گفتند که بحث در مورد افغانستان نیز شامل اجندای این دیدار خواهد بود. این ملاقات در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور بایدن یک روز قبل خواستار رهایی مارک فریریکس، یک تن از نظامیان سابق امریکایی از اسارت طالبان شد. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و مکنون در برنامه با ماست. عزیز جان سلام. در دیدار امروز رهبران امریکا و قطر روی کدام موارد مرتبط با افغانستان صحبت خواهد شد؟ تشکر. سلام با شما نجیبه جان. دیدار امروز میان رهبران امریکا و قطر که قرار است تا کمتر از یک ساعت دیگر در قصر سفید صورت بگیره، بیشتر روی موضوع اوکراین و موضوعات مرتبط با شرق میانه متمرکز خواهد بود، ولی قصر سفید قبلا ایره گفته بود که در دیدار رئیس جمهور بایدن از امیر قطر به خاطر همکاری آن کشور در روند تخلیه از افغانستان سپاسگزاری خواهد کرد. البته با در نظر داشت نقش قطر در روند صلح افغانستان و روند تخلیه از افغانستان، به نظر می رسد که در دیدار امروز هر دو طرف بر ادامه همکاری قطر در خصوص بیرون کردن آن عده از شهروندان گیرمانده امریکا که فعلا در افغانستان هستند و همچنان افغانهای آسیب پذیر از آن کشور صحبت شود. قابل تذکر می دانم که قطر با امضای یک توافق اخیر با ایالات متحده حافظ منافع این کشور در افغانستان می باشه. همچنان با در نظر داشته روابط این کشور با گروه طالبان، به نظر می رسه که در دیدار امروز رئیس جمهور بایدن بر خواستار همکاری قطر به خاطر رهایی مارک فریریکس، یک تن از نظامیان سابق ایالات متحده از قید طالبان نیز شود. عزیز جان، به رهایی مارک فریریکس اشاره کردین. آیا طالبان به خواست رئیس جمهور بایدن مبنی بر رهایی آقای فریریکس پاسخ دادن یا نه؟ در این مورد ما تلاش کردیم تا واکنش طالبان را داشته باشیم، ولی تا هنوز چیزی برای ما نگفتند. البته امروز دو سال از ربوده شدن مارک فریریکس سپری میشه و یک روز قبل رئیس جمهور بایدن با نشر یک اعلامیه گفت که تهدید امنیت امریکایی ها
یا هر غیر بیگناه یا هر غیر نظامی بیگناه غیر قابل قبول است و آقای بایدن گروگانگیری را یک عمل بزدلانه خواند. در این اعلامیه با قول از رئیس جمهور بایدن همچنان آمده است که طالبان پیش از آن که انتظار داشته باشند که در مورد آرمانشان برای مشروعیت غور شود باید فوراً مارک را رها کنند. البته قابل ذکر است که وزارت خارجه ایالات متحده نیز با نشر یک اعلامیه گفته است که مارک فریریکس یک انجینیر ساختمانی بود که با سود مردم افغانستان در پروژه های ساختمانی کار میکرد و این وزارت گفته است که تلاش ها به خاطر رهایی آقای فریریکس ادامه خواهد داشت. عزیز جان، خانواده آقای فریریکس هم همچنان اونا واکنش نشان دادن، جزئیات واکنش از اینا چیست؟ دقیقاً خانواده آقای فریریکس از تلاش‌های رئیس جمهور بایدن سپاسگزاری کرده ولی گفته است که می‌دانند که رئیس جمهور بایدن به خاطر رهایی فریریکس گزینه‌هایی را در اختیار دارد و ابراز امیدواری کرده‌اند که برگشت مسئول فریریکس شخصاً برای رئیس جمهور بایدن یک اولویت داشته باشد. تشکر عزیز جان از گزارش مفصل. سازمان نجات کودکان از افزایش مرگ و میر کودکان در اثر امراض مختلف به ویژه بیماری سینه بغل و سوی تغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه با نشر گزارش گفته است که در جریان ماه گذشته میلادی 135 کودک در اثر بیماری سینه بغل جان باختند. این سازمان افزوده است که فروپاشی سیستم صحی که عمدتاً ناشی از مسدود شدن دارایی‌های افغانستان و قطع کمک‌ها بوده است، هزینه‌های مرگبار را برای کودکان افغان به همراه دارد. این سازمان همچنین گفته است که مراکز صحی و به ویژه کلینیک‌ها در سراسر افغانستان به دلیل پرداخت نشدن حقوق ماهوار کارمندان صحی تعطیل شدند. این در حال است که پیش از این کمیته بین المللی نجات از احتمال فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار داده بود و گفت که ممکن بیش از 90% مراکز صحی به شمول کلینیک ها در این کشور مسدود شوند. طوری که قبلا اشاره شد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با نشر بیانیه گفته است که پیش از آن که طالبان انتظار داشته باشند که در مورد آرمان آن گروه برای یافتن مشروعیت و رسمیت غور شود، باید مارک فریریکس نظامی بازنشسته آمریکایی را از بند رها کنند. مارک فریریکس به تاریخ 31 جنوری سال 2020 از افغانستان ربوده شد و گمان می رود که نزد شبکه حقانی اسیر است. آقای بایدن روز یکشنبه در بیانیه خود گفته که مارک یک دهره صرف کمک به افغانستان کرد. برای بحث روی این موضوع محترم عبدالسبحان مصباح تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوقی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. آقای مصباح سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. اما طور که شنیدین آقای بایدن گفت که قبل از اینکه در مورد آرمان گروه طالبان برای یافتن مشروعیت غور شود باید مارک فریریکس آزاد شود. برداشت شما چیز؟ آیا به نظرتان این گام به سوی شرط گذاشتن به مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبان است؟ بسیار تشکر. سلام خدمت شما و بیننده های محترم. بحث مهم ای از خود در قدم نخست رهایی مارک فریریکس یک مسئله مهم است، چون یک شخصی بود که در این مسائل سیاسی دخیل نبود. این اقدام بجا است. اگر اینا با گروه شبکه حقانی زندانی باشه باید رها شود. ولی مسئله اساسیه که از لحاظ تعاملات دیپلماتیک در برابر یک شرط، یک مسئله بسیار مهمه که حدود پنج ماه میشه یا بیشتر از او مردم افغانستان با او بیشتر خساره دیده، قربانی شده. در برابر یک شخص او هم به این رقم اظهار کردن، این خودش سوال برانگیز است. یعنی به رسمیت شناختن شرایطش قبل از قبل توسط جامعه جهانی و امریکا مشخص است که او بحث نویت نظام و حکومت همشمول و بخش نقش خانم ها، مبارزه با تروریسم، یا یعنی به این معیارها باید صورت بگیره، نه در برابر رهایی یک فرد. اینجا بحث تناسب مطرح میشه که آیا 40 میلیون نفوسی که فعلا با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی و سیاسی روبرو هستند
آیا معادل این یک موضوع است؟ اینجا تعاملات سیاسی که برای رسمیت شناختن و به ارتباط روابط در سطح جهان مطرح است با همچو اظهارات زیر سوال قرار میگیره. بنابراین لازم است تا برای رسمیت شناختن امو معیاراتی که جامعه جهانی بر مبنایش استوار است یا پیشنهاد کرده بر مبنای از دو پیش. آقای مصباح، شما به موضوعات دیگه اشاره کردین. البته وزارت خارجه امریکا گفته که در تمامی مذاکرات با طالبان موضوع رهایی مارک فریریکس مطرح کرده بودن، در حالی که طالبان دست داشتن به اختطاف مارک فریریکس تایید نکرده. پس چطور آقای بایدن در این شرایط حرف از رهایی شهروند امریکایی در نزد طالبان به میان میره؟ خب متاسفانه مشکل تکنیکی بود که ما میمان خود فعلا از دست دادیم. البته کوشش میکنیم که دوباره اونا رو روی خط بریم. یک مقام حکومت طالبان بروز شنبه گفت که تحویل دهی مواد غذایی بشر دوستانه کمک چین به 4 ولایت را آغاز کرده. حسن خان مسلح، یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، به خبرنگاران گفت که این تدارکات که با 26 لاری به ولایت مختلف ارسال خواهد شد شامل 848 تن برنج و گندم است. اوس شپږویشت کانتینره نورم راست را رسیدلې ده چې دا موږ د هیواد جنوبي غرب ولایتونه لکه هلمند، کندهار، فراه او بادغیس نیمروز ته غور ته دا نن لیږو. او څه مرسته مخکې موږ ننګرهار، کونړ، نورستان ته لیږلې وه او موږ له چین هیواد نه مننه کوو چې د موږ افغانانو سره په بشري مرستو کې ډېر کومکونه کړي. آقای مسلح همچنان گفت که افغانستان چندین دسته از کمک های بشر دوستانه کمک چین را دریافت کرده است که برای افراد آسیب پذیر در 34 ولایت کشور ارسال می شود. در اوایل ماه جنوری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان 440 تن برنج کمک چین را به 10 ولایت آسیب پذیر منتقل کرد. در همین حال سفیر چین در کابل روز شنبه در توییتر نوشت که قطار آهن حاوی نزدیک به 500 تن کمک های بشری از سینگیانگ به مقصد افغانستان حرکت کرده است. او نوشته است که این کمک ها شامل مواد غذایی، گندم، روغن و بوره است. او تاکید کرده است که قرار است ماه آینده نیز یک قطار آهن دیگر حاوی مواد خوراکی به ویژه گندم راهی افغانستان شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه برای بحث در مورد استقرار بیش از 100 هزار سرباز روسیه در امتداد مرز اوکراین تشکیل جلسه داد. نماینده دائمی روسیه از موقف کشورش دفاع کرده، ادعاهای ایالات متحده علیه روسیه را اتهام خواند که مداخله در امور داخلی آن کشور است. اما نماینده امریکا در جلسه گفت این کار روسیه یک تهدید واضح و یا پیامد به صلح و امنیت است. همکارم داوود صدیقی که این نشست ملل متحد و سایر خبرهای مربوط به انکشافات اوکراین را دنبال کرده در استودیو با شرح بیشتر برنامه است. آقای صدیقی سلام. داوود جان، نمایندگان امریکا و روسیه چی اظهارات را در نشست شورای امنیت داشتند؟ بله سلام به شما و به همه بینندگان عزیز. طوری که گفتین امروز دوشنبه 31 جنوری شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست ایالات متحده نشستی را در رابطه با تحرکات نظامی روسیه در مرز اوکراین برگزار کرد. در آغاز این نشست نماینده دائمی فدراسیون روسیه از موقف کشورش دفاع کرد و اتهامات وارد شده از سوی ایالات متحده را مداخله در امور داخلی روسیه خواند. The delegation of the US in explaining its proposal. هیئت آمریکایی در تشریح پیشنهاد خود برای تشکیل این نشست اشاره کرده است که استقرار نیروهای روسیه در خاک روسیه را تهدید برای صلح و امنیت بین المللی می‌داند. این نه تنها مداخله غیر قابل قبول در امور داخلی کشورمان است، بلکه تلاشی برای گمراه کردن جامعه جهانی در مورد اوضاع منطقه و همچنین دلیل تنش‌های کنونی جهانی است. توماس گرینفیلد،
نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در پاسخ به گفته‌های همتای روسیه‌اش گفت که اقدامات روسیه به قلب منشور سازمان ملل متحد ضربه می‌زند و افزوده که این یک تهدید واضح برای صلح و امنیت است. گرینفیلد گفت که در پی جنگ جهانی دوم شورای تشکیل شد تا دقیقاً به نوع تهدیدی که اکنون اوکراین با آن مواجه است رسیدگی کند. با در نظر داشت اقدامات فدراسیون روسیه در مرز با اوکراین، آنها طوری وانمود میکنند که قلمرو خودشان است، اما تحرکات آنها به مرز همسایگانشان نیز بسیار نزدیک است. این همسایه است که قبلا مورد تهاجم قرار گرفته و نیروهای روسی خاک آنها را اشغال کرده است. از سوی دیگر قرار است سه شنبه اول ماه فوریه انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده با سرگی لاروف همتای روسیه‌اش تماس تلفنی برقرار کند و در رابطه با تنش‌های مربوط به اوکراین صحبت کنند. جزئیات بیشتر در رابطه با این موضوع را در گزارش گردم آوردیم که با هم می‌بینیم. ماریانا ژاگلوی 52 ساله مادر سه فرزند است. او در بخش بازاریابی کار و در کیف پایتخت اوکراین زندگی می کند. ژاگلو همچنین یک سرباز ذخیره دفاع ارضی است که حاضر است در صورت تهاجم سربازان روسی که در مرز مستقر شدند برای کشورش بجنگد. من حالا یک سرباز هستم و البته که باید از اوامر اطاعت کنم. هر امری که باشد من با آن عمل می کنم. من مردم را نمی کشم، اما از خانه خود محافظت خواهم کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، کیف می خواهد این نیروی ذخیره را به 130 هزار نفر ارتقا دهد. در این حال، ایالات متحده به ارسال سلاح و مهمات به اوکراین ادامه می دهد و رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرده است که شمار اندکی از نیروهای آمریکایی را به شرق اروپا ارسال خواهد داشت. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد پیش از برگزاری این نشست، گفت که حمله روسیه به اوکراین امکان پذیر است. او اشاره کرد که اگر قصد استفاده از سربازان را نداشته باشند، 100 هزار سرباز را مستقر نمی کنند. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری اخیر در مسکو گفت که کرملین خواهان روابط متقابل محترمانه با ایالات متحده است، اما او دلیل نگرانی روسیه را تجاوز ناتو بر شرق دور عنوان کرد. از سوی دیگر در واشنگتن، مرز اوکراین با درخواست‌های فزاینده برای تقویت این جمهوری سابق شوروی به لحظه نادری از وحدت سیاسی مبدل شده است. امریکا همیشه طرفدار آزادی بوده است. ما کشوری هستیم که معتقدیم باید به اراده آزاد مردم احترام گذاشته شود و اینکه حاکمیت ارضی اهمیت دارد. عزت مردم اوکراین مهم است و این چیزی است که آنها می خواهند. تمامیت ارضی آنها در حال حاضر در خطر است و شایسته است که جهان آزاد در کنار آنها قرار گیرد. در همین حال ارسال تسلیحات مانند میزایل های ضد تانک عرضه شده توسط بریتانیا به اوکراین ادامه دارد. ما نمی خواهیم بخشی از اتحاد جماهیر شوروی یا امپراتوری روسیه یا فدراسیون روسیه باشیم. ما می خواهیم حاکمیت داشته باشیم. ما حاکمیت ارضی داشته و برای استقلال خود می جنگیم. و اگر اوکراین بیشتر مورد حمله روسیه قرار گیرد، البته آنها پس از اوکراین در اوکراین متوقف نخواهند شد. به همین دلیل است که به نفع اروپا و تمام جهان دموکراتیک است که به ما کمک کنند تا از خود دفاع کنیم و همچنین نشان دهیم که حاکمیت قانون بین المللی هنوز کارا است. کشورهای ناتو به ارسال وسایل کمکی به اوکراین ادامه می دهند، اما منشی عمومی ناتو اعزام نیرو به اوکراین را در صورت تهاجم روسیه رد کرده است. این در حال است که غرب درخواست روسیه که از ناتو خواسته است اوکراین را هیچگاه به عضویت این پیمان نپذیرد رد کرده است. در 8 سال گذشته اوکراین با تهدید متواتر مداخله روسیه در خاک خود در حالت آماده باش قرار داشته است. ترس و تنش از آن باعث شده است که بسیاری از غیر نظامیان به دنبال آموزش تکتیک های نظامی برای آمادگی برای درگیری البته در صورت وقوع جنگ باشند. ریکاردو مارکینا خبرنگار صدای آمریکا در کیف گزارشی را تهیه کرده که همکارم فرخنده پیمانی به توجهتان می رساند. در حومه شهر کیف
پایتخت اوکراین گروهی از زنان و مردان که تعدادشان به 200 نفر میرسد آموزش نظامی میبینند. آنها غیر نظامیانی هستند که به نیروی دفاع ارضی پیوستند، یک نیروی ذخیره که توسط مقامات برای حمایت از نیروهای مسلح اوکراین در صورت بروز درگیری ایجاد شدند. آنها مطابق فرصتشان تمرین میکنند و تجهیزات خود را خودشان خریداری میکنند. من اینجا هستم تا تاکتیک های جنگی را یاد بگیرم و از اردو برای دفاع از اوکراین حمایت کنم. فشار نظامی روسیه بر اوکراین با استقرار گسترده در نزدیکی مرزهای شرقی این کشور بار دیگر روحیه جنگ را در این کشور بالا برده است. برای بسیاری در اینجا سوال این نیست که آیا جنگ خواهد شد یا خیر، بلکه این است که چه زمانی جنگ شروع خواهد شد. پوتین معتقد است که کشوری به نام اوکراین وجود ندارد و او باید آن را تحت کنترل خود بگیرد. از آنجایی که او نمیتوانست با تغییرات دولت خود از درون این کار را انجام دهد، تنها یک گزینه برای او باقی ماند و آن اقدام نظامی است. پس از هفته ها گزارش دهی رسانه ها درباره درگیری احتمالی روسیه و اوکراین، مسئولان این تمرین های نظامی می خواهند تنش ها را در میان جمعیت اوکراین کاهش دهند و خواستار آرامش در میان این کارآموزان هستند. قماندانان ما به ما می گویند اسلحه را پاک کاری کنید، آماده شوید و بیم و ترس نداشته باشید. این روش اوکراینی ها است. روز کاری بعد این مردان و زنان به مشاغل خود در شهر باز خواهند گشت، در حالی که در مسکو و واشنگتن کشمکش های سیاسی که می تواند آنها را به سمت جنگ سوق دهد ادامه خواهد یافت. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. ایالات متحده آمریکا متحدان خود را ترغیب کرده است تا در زمینه برگرداندن جنگجویان مظنون مرتبط با داعش به کشورهای اصلیشان اقدام کنند. این درخواست چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که جنگجویان داعش به هدف رهایی همقطارانشان که در یک زندان در سوریه محبوس بودند بر این زندان حمله کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با نشر بیانیه گفت که واشنگتن از متحدان خود در ائتلاف بین‌المللی برای شکست داعش خواسته است تا بازداشتگاه‌های جنگجویان داعش را بهبود، امن و انسانی سازند، ابتکارات بازسازی را حمایت کرده و شهروندانشان و زندانیان باقی مانده در شمال شرق سوریه را فوراً عودت دهند. جنگجویان داعش به تاریخ 20 جنوری بزرگترین حمله خود را پس از شکست خلافت خودخوانده آن، البته خلافت خودخوانده‌شان، انجام داده و بر زندان غویران در شهر حسکه سوریه یورش بردن تا داعشان زندانی را رها کنند. در این درگیری که 6 روز ادامه یافت بیش از 370 نفر عمدتاً افراد داعش کشته شدند. مقامات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان میگویند که افراد مسلح ناشناس دو منصوب پلیس را به ضرب گلوله کشتند. پلیس این ایالت گفته است که این حمله روز دوشنبه در بازار دوآبه هنگو صورت گرفت و کشته شدگان پلیس ترافیکند. فضل نعیم سخنگوی پلیس ساحه هنگو به صدای آمریکا گفت که مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفته و تحقیقات در این خصوص آغاز شده است. 4 روز پیش نیز در این ساحه در جریان یک حمله مسلحانه یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده بود. تحریک طالبان پاکستانی ادعا کرده است که این حمله را انجام داده و در آن یک شبه نظامی را کشته و یک تن دیگر را اسیر گرفتند. پس از پایان آتش‌بس 30 روزه میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی، این گروه تمدید آتش‌بس را رد کرده و حملات خیش را در این کشور افزایش داده است. طالبان پاکستانی گفتند که حکومت پاکستان به تعهداتش به شمول رهایی زندانیان این گروه عمل نکرد. ایران روز دوشنبه عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی را به خاطر دیدار آیزاک هرتروت
رئیس جمهور اسرائیل برای اولین بار از امارات متحده عربی همسایه جنوبی ایران محکوم نمود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد که برخی از کشورهایی که در مسیر عادی‌سازی و در نتیجه کمک به اسرائیل در ایجاد بحران‌های بیشتر هستند، باید بدانند که اولین قربانیان ماهیت تهاجمی، توسعه طلبانه و بحران‌ساز به گفته او رژیم اسرائیل خواهند بود. امارات متحده عربی و اسرائیل روابط خود را من حیث بخش از مجموعه از قراردادهای دیپلماتیک با میانجیگری ایالات متحده آمریکا بین اسرائیل و کشورهای عربی در اواخر سال 2020 عادی ساختند. امارات متحده عرب روز دوشنبه اعلام کرد که یک میزایل بالستیک را که حوثی‌های یمن پرتاب کرده بودند رهگیری و نابود کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حوثی‌های یمن در حال این میزایل را بر امارات پرتاب کردند که این کشور جنوب خلیج فارس میزبان آیزاک هرتزروک رئیس جمهور اسرائیل است. وزارت دفاع امارات اعلام کرد که قطعات میزایل رهگیری شده در یک منطقه خالی از سکنه سقوط کرد، اما مشخص نکرد که هدف این میزایل کجا بود. وام خبرگزاری دولتی امارات از قول مقام‌های آن کشور گزارش داده است که ترافیک هوایی طبق معمول پیش می‌رود و با وجود که این حمله همه پروازها به طور عادی انجام می‌شود، امارات بخشی از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است که از مارچ 2015 میلادی به این سو بر ضد شورشیان حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن می‌جنگند. جنگ 7 ساله که در اثر آن ده‌ها هزار نفر در یمن کشته شدند و این کشور فقیر را با بدترین فاجعه انسانی و قحطی مواجه کرده است. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. در شهر گلیله در اسرائیل گروهی از زنان عرب و یهودی ها با هم همکاری می کنند تا روغن زیتون تولید و با بازار عرضه کنند. برای بوتل های روغن های زیتون سیندیانا در عوض علامت روغن زیتون خالص یا اکسترا ورجن، روغن زیتون امید، اتحاد و صلح نامگذاری شده است که آن نام ها منعکس کننده مأموریت سیندیانا، یک شرکت تولیدی و یک گروه غیر انتفاعی در گلیله در اسرائیل برای تقویت همکاری زنان یهودی و عرب با همدیگر از طریق تولید روغن زیتون و سایر تولیدات مربوط آن است. سیندیانا به مثابه یک آغاز بود. ما فکر کردیم که چگونه زنان یهودی و زنان عرب می توانند برای ساختن چیزهایی که پایدار و سودآور باشد و توجیه اقتصادی داشته باشد، همه آنها به عنوان افرادی که در این پروژه مشارکت خواهند داشت همکاری کنند. شرکت تولید روغن زیتون سیندیانا یکی از معدود تولید کنندگان روغن و یک تجارت منصفانه در اسرائیل است. این بدان معناست که متعهد به پرداخت عادلانه برای حدود 200 کشاورز زیتون عرب و زنان عرب است که در خط تولید قرار دارند و در نتیجه از جامعه عرب اسرائیلی که وضع اقتصادی نامساعد دارد حمایت می کند. گاهی اوقات یافتن شغل مناسب برای زنان عرب دشوار است. بنابراین من خوشحالم که اینجا کار میکنم. همچنین گاهی اوقات مشکل است اگر خانم ها مجبور باشند از خانه و فرزندانشان مراقبت کنند. من دانشگاه نرفتم، اما میخواهم تمام فرزندانم دانشگاه بروند. اگرچه زنان یهودی و عرب هر دو شهروند اسرائیلند، اما زندگی جداگانه دارند. سیندیانا با آنها فرصت می‌بخشد تا با هم و در کنار هم کار کنند و همچنان در صنوف آموزش زبان عبری و کارگاه‌های صنایع دستی سنتی و فراگیری بپردازند. آنها همچنین برای برداشت زیتون در باغ‌های ارگانیک سیندیانا در گلیله دور هم می‌آیند. بنیانگذار و رئیس این شرکت می‌گوید: چیز مهم این است که پل‌های بسازیم و از طریق این پل‌ها بین مردم و جوامع ارتباط برقرار کنیم که به شکل معمول در زندگی روزمره آنها با هم ارتباط ندارند.
یهودیان اسرائیلی همچنین از طریق کارگاه‌های تولیدی سیندیانا با ساختن زعتر که یک ترکیب از گل‌های کوهی وحشی با روغن زیتون است، با فرهنگ آشپزی عرب آشنا می‌شوند. گردشگران بین المللی قبلاً در این کارگاه‌های تولید زیتون می‌آمدند و محصولات سیندیانا را خریداری می‌کردند، اما همگیری کووید 19 مانع از بازدید بیشتر آنها از اسرائیل شده است. سیندیانا نام عربی درخت است که در فرهنگ محلی به دلیل ریشه‌اش در این سرزمین مشهور است. زنان این جمع که هم یهودی اند و هم عرب، امیدوارند از روغن زیتون صلح آمیز خود برای تشویق همزیستی مسالمت آمیز در این سرزمین مشترکشان استفاده کنند. لیلا ما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. بینندگان محترم، بخش دری برنامه در اینجا به پایان رسید. تشکر از اینکه تا ایدن با ما بودین. شایسته سعادت لامه بخش پشتو را آغاز میکنم. بفرمایید. دیرمانه نلتاسنه پاکتو خبرانه هم نشر تا چمتو ده.